سلام به همه بچه ها. امیدوارم که حال همتون خوب باشه امروز یه برنامه خیلی ویژه داریم با بابک و میلاد عزیز راجع به شرایط منچستر یونایتد که توی پریمیر لیگ الان 14 من میخوایم یه بحثی بکنیم ببینیم که چی شده از اول فصل به اینجا رسیدن و گزینه احتمالی جانشینی تنها کیان اگرم برای اولین بار ما رو میبینیم با راجع فوتبال اروپا و فوتبال ایران صحبت میکنیم اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنی علامت زنگوله رو بزن که ما هر موقع لایو یا برنامه آپلود کردیم خودتون خبردار بشین میلاد عزیز به عنوان مهمون در برنامه حضور داره و بابکم که اومده که منچستر رو شخم بزنه بله چطوری میلاد جان خوبی؟ آقا قرونت سلام میدم به بیننده های عزیز ساکر پادکست خودت و بابک عزیز خیلی خوشحالم که دوباره تو دو این برنامه تونستم شرکت کنم کنارت دم شما گم میلاد جان که مادی بابی تو خوبی؟ خدا رو شکر بعد نیستم اینترنشنال بریک هست و من حالا خوبه یونایتد بازی نداره حالا باز. خوبه که حالت خوب باشه اینکه بازی نکنی خب آقا بررسی میخوایم بکنیم شرایط تیمتون و حالا ما برنامه قبلی که اومدیم فکر میکنم یه دو سه هفته گذشته بود بعد بازی برایتون بود اگه اشتباه نکنم که ما اومده بودیم خب حالا من تو این هفته نتایج رو میخونم برای بچه ها ببینن که چه اتفاقی افتاده سات هم تونه تونستین سه هیچ ببرین هفته به بانزلی زدین سف سف کردین با کریستال پالاس تو خونه پالاس پالاسی که فصل خیلی خوبی هم نداره با تو انته یکی کردین تو اولترافورد که نتیجه عجیبیه سه هیچ از تاتنهام باختین توی اولترافورد که خب با تحجب اخراج و اون مسئله عجیبی نبود ولی خب یعنی پیشبینی میشد و پورتو هم سه سه کردین سخت باهاش توی بازی پرگل و با استون ویلا بازی که پیش بینی میشد به بازی تونستین یه سف سف بگیرین و خب یعنی اینا رو من دارم حالا روی کاغذ و اون چیزی که برداشت خودم میگم ممکنه یکی بگه نه ما می‌خواستیم استون ویلا رو ببریم ولی خب میلاد از تو این پرسم الان وضعیت چجوری الان شما یه وضعیت که مشخصه 14 امین بعد از هفت بازی 8 امتیاز دارین 8 گل خوردین 5 تا گل زدین یعنی من داشتم قبل برنامه میگفتم بهت که خط دفاعتون به نسبت خوب بوده به نسبت ولی خط حمله تعطیل بوده با اینکه جالب بازی کردین اللحظه فرمیشن رقم کلینشیت که خوب بوده با بکنم بعد از الیسون اگه شما نکنم اوله. اوله, ما... اوله اوله خب دیگه اوله و بخوای حساب کنی کلینشیت خوب کرده ولی خب ما ب... هم بد میخوریم هم بد نمیزه اصلا این تیم ببین طرف نوشته بود که تیم اریک دوتا دو تا مشکل کوچیک داره حل کنه و اوکی میشه یکی اینکه گل نمیزنه یکی اینکه گل میخوره خب حالا به دور از تنزش واقعا مشکل تیم ما همینه اصلا نه بلدیم گل بزنیم ولی خب هر کیم هم میرسه به ما دو میزنه ماشاءالله و اصلا وضعیت خیلی عجیب و غریب واقعا وضعیت تیم اریک ها عجیب و غریب شده این حالا برنامه قبلی که میلاد با هم صحبت کردیم چه تغییری شکل گرفت یعنی خب ما برنامه قبلی که صحبت می کردیم اگه یادت باشه با بابک داشتیم صحبت میکردیم می گفتیم خب اوگارته مثلا به ترکیب اضافه بشه دلیخت مثلا جا بیفته این مهرا جا بیفتن تیم بهتر بازی میکنه تیم افکت دفاعی نداره کاسمی رو تو اون بازی سوتی عجیبی داده بود تو بازی با برایتون ایاتون باشه و... لیورپول 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 بله بله و اه... الان تقریبا فرقی نمیکنه کاسمی رو رفته نیمکت میاد بعضی وقتا ولی فرقی نکشه فکر میکنم بزرگترین اتفاقی که تو تیم تیممون افتاد برگشتن اریکسن به ترکیب بود چیزی که اصلا عجیب بود چرا بازیش نمیده اریکتنها ها خب, و خب برگشت برگشت یه مقدار اون نبض خط افک بهتر شد همین بهتر شدن پخش تو به واسطه یکی اینکه رو اریکسن دو اینکه یه مقدار چیدمان تیم هم موقع بیلداپ بهتر شد از اون سه بازیکن تو مثلا بازی لیورپول تو برنامه قبلی که صحبت کردیم بود دیگه ما سه تا بازیکن داشتیم بعد بقیه همه رفته بودن تو یک سوم باکس حریف و اصلا بیلداپ نش... نمیتونست شکل بگیره بازی بهتر شد و خب دیدیم که خلق موقعیت هم بهتر شد الان بیشتر از تیمی که خلق موقعیت نداشتیم تبدیل شدیم به تیمی که گل نمیزنیم این دفعه <تص> ولی باز همچنان اون مشکلات اساسی ریکسن ها وجود داره که اون تصمیم عجیب و غریبش ویزای عجیبش و یه جورایی خوب ترکیب نچیدن بر اساس تیم حریف اینکه خیلی خیلی مثلا بازی با تاتن اینجوری بود که ما رفتیم تو بازنده بودیم مثلا هم اون ترکیبی که بود هم تاکتیکی که استفاده کرده بود و ریاکشنمون هم به بازی اصلا نیست یعنی یه نیمه باید بگذره تا تازه ما به خودمون بیایم که چی شده تیم حریف داره چی کار میکنه ما میخوایم چی کار بکنیم و اصلا فرصت از دست رفته و همچنان داریم با این مسئله دست و پنجه نرم میکنیم و اصلا بازم میگم عجیب و غریب که نمیف میدونی الان شرایط اینجوریه که مثلا میگه خب دیگه بدتر از این امکان نداره بشه دیگه ولی باز نمیبینید اون تحول رو از سرمربی نمیبینی یعنی من نمیدونم تنهاخ کی میخواد به خودش بیاد بفهم مشکل چیه اون تغییر اساسیه رو بده یا حتی اصلا فورمیشن رو عوض کنه تاکتیک رو عوض کنه هر چیزی ها هنوز اون رو نمیبینی و من نمیدونم و نمیفهمم که تنهاخ داره به چی فکر میکنه یعنی واقعا نمیتونم بفهمم داره به چی فکر میکنه که همین فرمونو داره میره جلو بابک تو حالا برای اینکه بحث شک بگیره من رو همین بحث میمونم تو نظر در جو میلاد چیه حالا بخشم راجع به ببخشید اپروچش گفتش که نمیدونه داره چی کار میکنه و اینا اینم میدونم خود نظر داشتی روشه. آره ببین تا یه حدی درست میگه میلاد به نظرم یعنی ما الان یه تیمی شدیم که تو بازی با فولامو در نظر بگیری خیلی موقعیت ساختیم ولی خب بازی با یکیچ بردیم بازی با برایتون رو در نظر بگیره جوری با بدشانسی اون بازی رو باختیم با بی تمرکزی خب بازی با لیورپول دوستا موقع خیلی خوب ما ساختیم ولی خب نه تو بامون نرفته این تو هر بازی با کریستال پالاس هم همینطوره این تو هر بازی ما عملا موقعیت های خوب... گلزدی خوبی ساختیم ولی خب تیم ما یه ذره جوونه مخصوصا هر چقدر میره جلوتر جوونتر میشه یعنی ما میبین الان احمد دیالو گارناچو رزم سویلند حالا یا زیرکسی که خب فصل اولشه دو سه ماه بیشتر تو انگلیس نیست و راشفوردی که خب به عنوان بازیکن سینیور جلومونه که خب تا الان داره بهتر از بقیه بازی میکنه ولی اون مارکوس رشفورد نیست که یونایتدی ها یادشونه و میشناختن و انتظار دارن ازش که باشه خب یه سریش اتفاقا طبیعیه از اون طرف رو گلایی که میخوریم که میای نگاه میکنی میبینی غالبا رو اشتباهات فردی بوده یعنی گلی که افسی توانته به امون زد گلی اولی که تا زد به اون میکی فندفن دقیقا شبیه همون گلی که تو زد میکی فندفن تو پاورداش بازی با لیورپول کاسمیرو بازی با برایتون هری مگوایر این نشون میده که این تیم ما یک ساختاری داره پیدا میکنه چیزی که الان هوادارا خیلی به نظر من از شاکی نتایج نیست با اینی که ما چهاردهمیم روند بازی منچستر یونایتد یعنی از فصل سوم مربی مثل اریکتن هاک همه انتظار خیلی بیشتر از این رو داشتن که این تیم باید بدونه که میخواد چیکار بکنه میاد داخل زمین همچنان نمیدونه این تیم میخواد بیاد چیکار کنه حتی فکر کنم خود اریکتن هاگ هم نمیدونه چرا نمیدونه به خاطر اینی که فصل پیش و تا وقتی که اوگارته رو بخره یونایتد حتی خود اریک هاگ هم به صورت خیلی خیلی یواش این قضیه رو به هوادارا به مدیا به همه ثابت میکرد که آقا من یک سی دی ام میخوام شماره 6 میخوام فکر کنم بزرگترین نشونش این بود که تو فینال اف ای کاپ کاسمیرو رو نیمکت و آمرابات آم گذاشت خب الان اون سی دی ام رو براش گرفتن استفاده ازش نمیکنه اریکسنی میذاره که قرار بود از باشگاه بره قرار بود به فروش برسه خب اگه قرار بازی کن تو برنامه باشه خب چرا میخواد بفروشش اگه قراره که تو برنامه نباشه پس چی شد چرا الان داره همه بازی برات فیکس بازی میکنه اریکسن رو تو در نظر بگیریه یه بازی کنه پا سن گذاشته که فکر کنم و تو خط هافبک ستایی ما بعد برونو بیشترین بازی رو کرده برونو هم شاید دقایقی شاید برونو هم حتی از اون کمتر باشه چون برونو فرناندز دو بازی پشت سر هم اخراج شد ولی اریکسن بازی کرد یعنی سه سه بار در هفته فوتبال بازی کرده اریکسن چیزی که ازش ما انتظار نداریم از اون طرف مانوئل اوگارته اکثرا دقیقه 70 80 میاد به بازی و اون مومنتوم اون ریتم بازیش اون کلا کرکتر بازی شکل نمیگیره با این تیم. و این رو هم بارها من خودم تو لایو ریاکشن ها گفتم تو آیتم های بعد بازی گفتم که آینده این تیم تو بعضی از پست ها یه سری بازیکن ها نیستن مثل هری مگوایر مثل اریکس اینا آینده ای نیستن که این یونایتد بخواد باش فصل و ادامه بده یا بگه من تا سه سال دیگه با اریکسن یا با هری مگوایر لیگ میبرم پس چرا الان داره بازی میکنه وقتی که تو بازیکن داری دفاع چپ نداری دالو داره بازی میکنه پاشنه تیم تیممم شده دفاع چپ خب میگی ندارم اوکی کسی نمیتونه رد کنه حالا اینی که چرا تو تابستون نرفتن سراغ یک دفعه چپ اون یه بحث دیگه است که خب شاید از اختیارات اریک هاگ هم نباشه یا همش بروت به اریک نباشه ولی الان یعنی اوگارته بازیکنی که کل تابستون یونایتد براش صرف کرد که بخرتش رو بالاخره به هر ضرب و زور بی بود گرفت خب چرا بازیش نمیدی این می قرار نبوده بازیکن خودت باشه مگه تو اون مراسم یا اون ویدیویی که درست کرده بودن نگفته بوده که این آدمیه که واسه ما جنگندگی میاره کوپا جنگندگی از از اون طرف خب نگاه میکنه میبینه که یه تیمی بوده که موقعیت زیاد ساخته و گلایی هم که خورده غالبا رو اشتباهات بوده یعنی آدم نمیدونه بهش چی بگه نمیدونه یعنی هم ایراد داره همین سری نقاط قوت داره به نظر من بدترین حالت اریک و بدترین مشکلش میدونی چیه سروش اینه که اگه بخواد حمله کنه گل میخوره اگه بخواد دفاع کنه نمیتونه حمله کنه یعنی بالانس بین دفاع کردن و حمله کردن رو پیدا نکرد دیگه اصلا آره. هم... خب همون دیگه ببین مثلا این جلو استون ویلا این جلو استون ویلا میاد یا اپروچ دفاعی میگیره به خودش نمیذارم استون ویلا بازیشو بکنه کاملا استون ویلا رو خراب میکنه بازیشو خب ولی خودش هم بازی نمیکنه خودش هم موقعیتی درست میکنه ولی مثلا چه میدونم میاد جلو لیورپول میخواد اون حالت بسکتبالی ولی توپو سری هم ترانزیشن کنی و سری موقعیت درست کنی میشه بعد میشه سه بازی رو میبازه یا جلو تاتن ها مثلا میاد سریع بخواد به بازی برگرده و سریع بخواد گل بزنه و موقعیت درست کنه خب نمیتونه خوب دفاع بکنه اون بالانس بین دفاع کردن و حمله کردن رو هنوز نتونسته پیدا کنه یک دلیلش رسانه است به نظر من ببین اریک تنهاک من خیلی انتقاد کردمش تو اون آخرین لایوش میکنم با کریستال پالاس دیگه اصلا زد به سرم دیدی, دیدی که رفتم من اصلا آخرش اصلا نموندم انقدر اصلا من من بگم آقا من اصلا هر چی به گفتم آقا اصلا اشتباه کردم ول کوین گاوه من دیگه زد زیر دو سال اصلا دیگه نمیکنم وسط لایو زیر دو اصلا دیگه خیلی تشتکم پریده بود ولی اه... خب آدم یه ذره آروم تر میشه و نگاه میکنه به قضیه ممکنه یه ذره نظرش تغییر کنه الان به نظر الان در نمی... چه موقعیتی هست؟ الان ببین تو حالتیه که نمیشه اخراجش کرد نمیشه نگرش داشت یعنی موقت... در چه موقعیتی هست؟ بعد میخواهم میلاد بپرسم بعد شیفت کنیم رو به نظر ببین. من الان چون همچنان کسی نیست که بهتر از, از اریک تنهاگ باشه و بیکار باشه متاسفانه یا خوشبختانه باید بمونه اون موقع من میگفتم باید بمونه آه. الان نمیشه اخراجش کرد باید اخراجش کرد نمیشه سر نداری میگی بمونه آره یه چیز دیگه هم بگم آخری جمله فکر نکنم هم حالا حالا ها کلیف و اینیاس اخراجش کنن به خاطر اینی که رد کلیف یه جمله خیلی کلیدی داشته تو تابستون که مصاحبه کرده بود میگفت من ترجیح میدم تو مسیر درست قدم بزنم تا اینه که تو مسیر اشتباه بودم خب یعنی میگه که من نمیخوام سری تصمیم بگیرم به خاطر اینکه حالا فشار رسانه روشه فشار هواداری روشه یا حالا هر چیزی ولی یک تصمیم اشتباه بگیرم یه مربی اشتباهی رو بیارم ترجیح میدم آروم آروم تو مسیر درست قدم بردارم تا سری تو مسیر درست غلط بدوم خب این خودش نشون میده سیاست اینیاس و رتکلیف در قبال اکثر قضیه های از،, از خرید و فروش بازیکنها بگیر تا اخراج مربی بیارم. حالا من از میلاد میخوام سوالایی که ابابک پرسیدم اول بپرسم نظر راجع به شرایط تیم اگه صحبتی داری برای تکمیل کردن حرفای بابک بگو اگه نه بعد میتونیم بریم سراغ آینده تنهاک چون راجع به اون وقت داریم بریم وقت زیاده چون میخوام راجع به تک تک بازی کنم به صحبت حالا تک تک که میگم یه هفت تا فیوریتو صحبت بکنیم راجع به شرایطشون ببین من یه چیزی رو هم اضافه کنم به صحبت های بابک من اعتقاد دارم یه بخشی از این خلق موقعیتون به خاطر اینه که فقط خلق موقعیت میکنیم یعنی اگر شما مثلا برگردید به بازی یونایتد پارسال یا حتی اصلا چهار سال گذشته روند خلق موقعیت یونایتد رو نگاه کنی میبینی 80 درصد رو دوش مثلا برونو بوده یا <applause> کنارش عمده بازیکن های اومدن و که رفتن اومدن و رفتن یه پارت پوگبا بوده یه پارت اریکسن بوده یه پارت سانچو بوده میدونی با یک تیم پلی میکر نداشتیم یه تیم که بازی بسازه امسال ما بازیکن های خل... هایی که خلق موقعیت میکنن خیلی بیشتر شده خب یعنی از دی... مثلا توی بازی اگه چهار تا پنج خلق موقعیت داریم دو تاشو دیالو ساخته یکیشو رشفورد ساخته دو تاشو برونو ساخته ولی همچنان معلوم نیست این خلق موقعیت برای کی و برای چیه یعنی انگار ما فقط این ساختار تیم برای اینه که خلق موقعیت کنیم مثلا عمده کاتبک هایی که توی جریمه داریم تو باکس داریم انجام میدیم میبینیم هیچ کی رو نقطه پنالتی نیست که شوت بزنه وینگر رفته تو کاتبک هیچ کی نیست که شوت بزنه معلوم نیست وظیفه قرار گرفتن تو اون ام... مثلا محوته با کیه اصلا یا اصلا یه هم اصلا برونو میزنه به کله شوت ول میده اصلا معلوم خارج از تاکتیک ها چون نه بازیکنی میره تو عمق دفاع نه جایگیری خوبی دارن مهاجمامون و فکر میکنم بزرگترین مشکل گل نزدنمون فعلا اینه به غیر بازم میگم به غیر از تعویض خود اریکتن ها یعنی شاید سی درصدش هم مشکل تعویضاییه که تنهاخ داره از بازی پورتو گرفته به اون شک که مثلا اصلا عجیب بود یعنی اینجوری بود که هم پرسید رشفورد مصوم شد که تعویض شد اصلا کسی نمیتونست باور کنه چرا رشفورد بین دو نیمه یعنی نمیتونستم باور کنن تاکتیکی بوده این تعویض همه فکر میکردن مصوم شده رشفورد خب این همون رشفوردیه که رسانه همه هوادارا داشت میگفت آقا با... داره بد بازی میکنه چرا داری فیکسش میکنی چرا داری بازیش میدی تو بازی که داشت عالی بازی میکرد یهو تعویزش میکنه یا همون بازی که پالاس ام... که بابک باورد... عصبی شده اصلا زیرکسی شاهکار بود تو اون بازی 60 هف... شست سقه تیم ما داشت اصلا بیلداپش روی زیرکسی بود یهو زیرکسی رو کشید بیرون رشورد آورد تو رسما تیم پاشید ما اصلا که خلق موقعیت نداشتیم یه سری تعویض این شکلی که شاید من اختب... یه چیزی ده... میونه ده... کلام میلاد میتونم ببخشید اگر چون میترسم بگم اصلا عذر میخوام عذر میخوام چون خودم هم یادم میره ببخشید دقیقا میخوام ادامه حرفش بدم بعد بازی با پورتو که ازش پرسیدن رشفورد رو تعویض کردیم میگه روتیشن ولی این, این روتیشن واسه اریکسن و برونو اتفاق نمیفته در صورتی که برونو 5 6 تا بازیه یکی یک از کثافت ترین زندگی زندگیشو داره اجرا میکنه از بازی فولام آشغال ترین بازیکن تیم بوده بوده اصلا خیلی افتضاح داره بازی میکنه فصل این دارم. فصل این فصل داره فاجعه بازی میکنه خب یعنی هر چقدر این سیستم اریکتن ها این فوتبال مدرنی که بر اساس مالکیت توپ بیشتر داره ریشه میکنه تو این تیم برونو داره بیشتر افت میکنه چرا اون هالیوود پاسا و اون پاسای بیرون پا و اون شوت های عجیب غریب و اونا دیگه تو موقعیت... تو های درستی بهش نمیرسه تو فضاهایی که باید بهش نمیرسه و جالبه ذهنیت کاپیتان یونایتد اینه که مصاحبه کرده بود پارسال میگه من قرار نیست این چیز خواس... خاصیتمو کنار بذارم من همینم که هستم و یعنی این من فکر کنم با این روند اگه پیش بره برونو فرناندز اتوماتیک از این باشگاه کنار حالا چه اریک باشه چه نباشه این باشگاه کنار گذاشته میشه خب ولی میگم هوادارا از روند بازی ناراحتن اون موقعی که هوادارا میگفتن آقا چرا این رشوردو میذاری فیکس بود حالا که داره خوب بازی میکنه میکشتش بیرون خبرنگار ازش میپرسه چرا کشیدش بیرون میگه روتیشن در صورتی که اریکسن 34 5 ساله روتیشن لازم نداره وقتی هفته پیشم 90 دقیقه بازی کرده سه روز قبلش هم 90 دقیقه آخه بابک اول فصلیم بعد یه بازی دیگه تیم داره میره تو فیفا دی و اصلا رشفور دعوت نشده تیم ملی چه روتیشنی چرا گارناچو احتمال اینکه دعوت بشه به تیم ملیش خیلی بیشتره تا رشفور بعد تو گارناچو رو بازی میدی رشفورد میکشی استراحت کن میکشی بیرون استراحت کنه چرا به چه دلیل م... نه اصلا دقیقا, دقیقا هم... چیزایی که هوادارا رو عصبی یعنی تو رو کاغذ اگه نگاه بکنی شاید نتیجه سه هیچ جلوی تاتنهام اریکتن هاگو تا, اریک تا لبه اخراج برده او. که اینم من بگم تاریخ مربی های یونایتد بعد از الکس فرگوسن نشون داده که باختن به تاتنهام باختن به لیورپول باختن به منسیتی شما رو اخراج میکنه باختن به امثال تیمایی مثل لستر واتفورد تیمای ساوتهمپتون باختن به اینجور جور که تو رو اخراج میکنه آره مورینیو بعد از اینی که به لیورپول ما اون بازی افتضاح رو داشتیم اخراج شد ولی قبلش بازی خیلی ساده تر رو باخته بود و اون دیگه یه جورایی میخه آخر بود که تو به تابوتش زدن یعنی بازی های خیلی ایزی تر رو باخته بود پس اگر الان اریک تناک شرایطش اینه به خاطر اون نتیجه سهیچه سه بازی با تاتنهامه وگرنه در روی کاغذ مساوی با استون و مساوی با پورتو تو زمین پورتو بازی های بدی نیست یا مثلا بازی با کریستال پالاس خب یونایتد خیلی خوب بازی کرد باید میبرد خب اشتباه تعویز کرد ولی در کل میخوام بهت بگم شاید بدترین بازی این فصل یونایتد بازی با تاتنهامش بوده چون واقعا افتضاح بازی کرد اون بازی ولی خب رسانه ها یه جوری دارن جلوه میدن که این تیم از بعد از بازی با لیورپول و با حتی برایتون حرف از اخراج مربی بشه تو دومین بازی افس این خودش رو تصمیم گیری مربی رو نحوه لاین اپ چیدن مربی تو کلا رو رخ رخکن اتمسفر باشه خب تاثیر میذاره که از هفته دوم بده نمیدونی بازیکن نمیدونه این قرار مربیش بمونه یا قرار مربیش نباشه در صورتی که اریک تنهاگ نشون داده که اگه با جرأت بیا تاکتیک خودش رو ارائه بده میتونه مثل فینال اف ای میتونه حتی پپ گواردیولا رو ببره تو فینال یک کار بابک اون که به نظر یه سری ب... یه سری اتفاقای عجیب توی کارنامه تناگ افتاده که هر سری هم اخراج نجاتش داده که مثلا این پپ گواردیولا هم که تو فینال بود یکیش بیان من مثلا خیلی نمیتونه دلیل تاکتیکی به خاطر یه روند تاکتیکی که نبوده که مثلا تونستم من سیتی رو ببرن نه ولی آماده ترین ای... تیمش بوده دیگه پارسال آماده ترین تیمش بود فینال اف و نشون داد با نیمکت نشین کردن کاسمیرو یه جورایی نشون داد که هم آقا من یه شماره 6 میخوام و همینی که شماره 6 من باید چه مدل بازی کنه بشه چون تو اون فینال های ای یونایتد خیلی خوب بازی کرد یونایتدی که میگم شاید دو سه تا بازی تیم قویش تو کل فصل دو سه تا بازی 11 تا اصلی شد داشت دو بازم بازمون 11 های اصلی رو نمیتونه بگی 11 تا اصلی بودن حتی ولی خب این نشون دهنده که کوچ بدی نیست یعنی تو به اون بنی مکارتی که تازه از یونایتد هم جدا شده تو اون کوچ استاف خود اریک بوده جدا شده مصاحبه که میکنه اون داره میگه میگه آقا اریک ها کوچ بدی نیست اون چیزی که تو تمرین بازیکارا نشون میدن با اونی که تو زمین بازی نشون میدن زمین تا آسمون فهم اولم گفته بود, بود. شک... آره اولم گفته اولو گفته بود آقا تو 10 تا بازیکن میفرستی نمیدونی چی قراره بشه خب اینو تو هر پپ گواردیولا رو بیار خود الکس فرگوسن رو بیار یو پانکس هر کسی رو همینه خب ولی من, من اینو نمیپذیرم واقعا ببین میدونی مسئله چیه مسئله اینه که الان اریکتن ها ببین دو، درسته خب ببین این مصاحبه اوله بعد بازی اورتون بود که ما بازی رو یکی یک کردیم اگه اشتباه نکنم اون بازی که رونالدو رو نیمکت نشین کرده بود که فرد سوتی داد و ما گل خوردیم که گفت بازیکن‌ها یک چیز اون چیزی که تو تمرینات نشون میدن و تو تیم تو زمینه بازی نشون نمیدن ولی تیم اریکتن تنهاق حتی تمایلی به تغییر نداره یعنی ما داریم این فرمول بازی, بازی کردن تیم تنهاخ رو میبینیم یعنی من اعتقاد دارم این فرمول این شکل بازی کردن دقیقا داره از کادر فنی میاد وگرنه من نمیتونم به عنوان یه هوادار بپذیرم اون جر بحثی که نیستروی داره با سرمربی تیمش میکنه با تنهاخ میکنه یک جروحس معمولی باشه قشنگ معلومه که یک سری تصمیم گیری ها قاطعانه و به اشتباه از سمت تنهاخ داره به تیم تحمیل میشه در راستای بازیکن های تیم هم نیست ببین بابک با اول حرفها گفتی اوکی مگوایر جای توی آینده یونایتد نداره اریکسن جای تو آینده یونایتد نداره ولی میتونن آینده یونایتد رو بسازن من تو برنامه قبلی هم گفتم یه جوری داریم بازی میکنیم که سه سال دیگه چهار سال دیگه اصلا نمیرسیم به اون سه چهار سال دیگه که بخوایم مثلا سمری بازی دادن به دیالو کلیه رو مینو و گارناچو رو ببینیم ما نابود میشیم تا سه چهار سال دیگه خب چرا چون الان بازیکنامون یه سبک دیگه فوتبال رو بلدن ولی ما میخوایم مجبورشون کنیم یه سبک دیگه ای بازی کنن اصلا همون بازی پورتو ببین به خود اصلا رو کاغذ نتیجه سه سه توی با پورتو توی زمین تو پرتغال آ... اصلا بد نیست اصلا بد نیست خب ما تو اوجمون با الکس فرگوسن با سوپر گل رونالدو با پورتو رو بردیم توی زمین خودش خب ببین ن... نتیجه رو کاغذ بد نیست ولی انقدر این تصمیمات بد یا به اصطلاح میدونی تغییر نتایج به ضرر یونایتد اتفاق میفته خب که ما میگیم قطعا مقصر تنهاخه ببین اون میزان کامبک های اوله رو اون تیمی که دستورات رو اجرا نمیکرد و نگاه میکنیم میبینیم بله بازیکن دستورات مربی رو اجرا میکنه ولی کادر فنی داره ریاکشن سریع نشون میده بازی سریعا عوض میشه نتیجه برمیگرده و کامبک میزنیم از این ور داریم کادر فنی فعلیمون هم میبینیم ما دو هیچ جلو میفتیم و بازی رو سرسه میکنیم اونم با گل هری مگویر دقیقه آخری یا, یا اصلا الان هوادار یونایتد میدونه یه گلخور دیگه بیخیال میشه کامبک در کار نیست اصلا تیم ما مال کامبک زدن نیست خب و اینا دیگه چیزی نیست که من توی ساق پای بازیکنا دنبالش بگردم من اینو صد درصد توی ذهنیت کادر فنی دارم دنبالش میگردم ببین یه چیزی من بگم بعد بازی با توانته خود ایریک بعد بازی اومد مسابقه سر گلی که توانته زد و گفت این اتفاقا نباید بیفته و ما باید این قضیه رو با بازیکنا صحبت بکنیم خب بازی بعد شروع تاتن ها دقیقا همون اتفاق میفته ببین نمیشه که اولی... اریک تنهاک بیاد به مارکوس رشورده که اوکی تو قطری بودو تو پایگرد اگر دست دادی ول کن مثلا بی خیالش شو به برونو هم بگی دنبال بازی کنه ندو ولش کن بذار بره حالا خدا بزرگ اون تای اتفاقای اتفاقایی میفته یک مقداری من نمیگم اریک تنهاک بی نخصه ها نه الان میگم قسمتی از تقصیرات روی دوش اریکتن شاید مثلا چه میدونم قبلا اگه میگفتم 33 سی 33 33 الان شاید بگم ریکتنهاگ هاگ 40 درصد تاثیر داره خب از بقیه بیشتر ولی تیمی که دفاع چپ نداره و معلوم قرارم نیست که دفاع چپ بگیره و معلومم نیست که کی دفاع چپ دار بشه دفاع چپ چپ, پا خب این فقط مقصر ریکتنهاگ نیست یه قسمتش تو این بخ... تو این کیس به خصوص دفاع چپ لوکشاه که قبل اینکه کامل ریکاوری کنه رفت با انگلیس اونجا هم درست بازی نکرد نتونست اونجا کمک کنه مصدوم شد دوباره بعدش یه قسمتش مدیریته که این قضیه رو نفهمید که این یه قضیه ریسکه واسه یه تیمی که بدون دفاع آخه کدوم تیمو تو دیدی تو حالا یه تیم تو پریمیر لیگ من بیاره که بگو دفاع چپ چپ نداشته باشه کار با دارم کسان... تهاجمی تدافعیه آخه اصلا تو نمیتونی اینو تقصیر همش توی توی چی میگن باطلاقی رفته یعنی ببین مثلا تو الان یک مثلا سر من به عنوان بارسایی دارم میگم یادم سر جایی میگفتن خب مثلا اینجا این بازیکن نداشت اون بازیکن نداشت اینجا نبود مثلا اونجا رفتیم باختیم فلان سوتی داد ولی الان فیلیک اومد با همون بازیکن ها مثلا داره میبره اصلا کسی هم دیگه کانسرنش نیست معلند. مثلا آره نه میدونم قبول هممكن. دارم اینو قبول دارم ولی ولی میگم راه هست واسه این که از ببین در مورد ببخشید هر بازی خیلی مچ بیس سعی میکنه تاکتیک های بازیشو بچینه و این اشکال یعنی هیچ اپروچ تیمش یه بار آخر... تله پرست کنی یه بار میدونم ولی آخه سروش هم مربی که از هفته دوم میگن تا قرار اخراج بشی میخوای چیکار کنه اون دو سال قبلش چیکار میکنه دو دو سال حالا سال دوم که بذار کنار اون چین چی انقدر مسعودش سال اولش بعد بازی نمیکرد تیم اپروچ خدا سال اولش اگر نبود به سال دوم نمیرسید خل... حاجی ما نه خاطر تو نمیتونی خب باش ولی زد, خبا. خبا. زد اصلا که اون... اگه زد ببی... اون زد نه 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 ببین ببین مسئولی چرا دارم اینو میگم ببین من هم من خب اتفاقا این دیالوگی که میگفتن مثلا اگر دخه نبود فلان مربی اخراج میشد و قبول نداشتم الانم اینو نمیگم بگم همه یه توانایی تیم رشفورد بود میخوام بگم ما همون سال هم مشکل گل زدن داشتیم بله که ما از بعد, شد، بعد از الکس فرگوسن مشکل داشت داشتیم بالا از خب. بعد از الکس فرگوسن ما مشکل گل زدن داریم ببین نها کن به سبک مهاجمایی که یونایتد رفته سراغشون بعد از الکس فرگوسن حالا آخرش که خود فرگوسن گرفته بود فنپرسی ولی بعدش برو ببین رادامل فالکاو زلاتان ابراهیموویچ تونی مارسیال ایگالو چه میدونم کریستیانو رونالدو ادینسون کابانی خب هیچ کدومشون نتونستن مشکل گلزنی یونایتد رو برطرف کنن چرا چون وینگرهای خلاق این تیم نداره وین... الان زیرکسی خودت هم درست گفتی تو بازی با پالاس خیلی داشت خوب بازی میکرد چرا چون میومد عقب یه خط مسخره بازی برونو رو جبران میکرد جور برونو رو میکشید از اون طرف فضا رو باز میکرد واسه وینگرها که وینگرها بیشتر داخل بازی بشن چرا چون وینگرها یه جوری فورواردن امسال آره. ام امس... بله امسال جیدن سانچو امسال اولیسه امسال اینجور وینگرهای خلاق نیستن امسال کود پال اینا نیستن خودشون میخوان که گل بزنن این قز... این به خاطر اینه که شماره نوه تو هیچ وقت موقعیت نداره تو اصلا من خیلی وقت یادم نمیاد که این تیم یه بار تک به تک تونسته درست کرده باشه واسه رو نوش خیلی وقت یادم نمیاد یه کاتبک تر و تمیز تونسته باشه درست کرده باشه واسه ستای جلوش حتی و یه قضیه خیلی مهمتری که هست یه قضیه خیلی م... ببین تو سطح پریمیر لیگ و سطح فوتبال خیلی بالا تو نمیتونی بیش... یک تیم بیشتر از یه بازیکن رو نمیتونه جورشو بکشه منظورم از جور کشیدن چه یعنی اگه روزش نباشه نتونه بود خوب بازی نکنه یا هر چیزی یونایتد الان یه تیمیه که پنج نفر دارن جور بقیه تیم رو میکشن خب یعنی کاسمی رو نمیدوه هری مگوایر نمیدوه رشفورد رو فورب نیست چه میدونم ر... زیرکسی هنوز رو ریتم بازی نیفتاده چه میدونم برونو به عنوان کاپیتان به عنوان شماره ده به عنوان کسی که ببین به نظر من شماره ده کسی که اگه توپ تو یک سوم دفاعی تیم حریف لو بره مقصر شماره ده مثل اگه گلر گل بخوره و تو برو ببین آمار لو دادن توپ ما تو یک سوم دفاعی حریف چقدره خب یک تیم نمیتونه جوره کاپیتانش رو بکشه شماره ده خوب شما نداشتین انقدر تو تیمتون نداشتین دنبال این ببین این این برونو, خوبه برونو فرناندس, خوبه. به, برونو فرناندس خوبه به درد این سبک بازی نمیخوره تو همین برونو فرناندس رو بده به اولگونار آرسوتشر دوباره برمیگرده به دو سال پیشش ولی به درد این سبک فوتبال با حوصله نمی خودش گفته بود من دوست رجز... دارم آره تو این سبک تو بعد امسال اودگارد داشته باشی تو این سبک بعد امثال کوین دی رو داشته باشید امثال چرا چنان... این این سبک بازیکن‌ها رو باید داشته رو که تو ب... خب پاس ببین. آخه ببین با... من باز دوباره اینو میخوام بگم الان ما بله من تمام این صحبت ها رو قبول دارم ولی مجددا ما مثلا آنتونی رو زیر نظر تنهاخ میخریم و آنتونی هم به درد فوتبال و با حوصله نمیخوره اونم بله ببین آنتونی أوه. نه ببین؟ نه بذار بگم در مورد ببخشید یاد باشه فاین آنتونی وینگر به درد بخوره فوتبال مدرن هست بعد اینی که نمیتونه انجامش بده یعنی علاوه لیولی مقصر مربیه بیس کارو داره کار ندارم خرید اشتباهی بوده یه فلاپ اصلا عجیب غریبیه ببین من بازیشو برعکس میکنم ورک ریتشو تو نگاه کن تو انتونی رو از قسمت حمله ایشو بذار که یعنی قسمت اینه که اینقدر تو سوشال مدیا ترولش کنن و اینقدر آمار گلد و پاس گلش افتضاحه و فلان اینو بزن که قبول اصلا نمیخوام ازش تو حالم ازش بهم میخوره خب ولی تو ورک ریت و مدل بازی انتونی رو نگاه بکن مدل بازی مارکوس رشورد هم نگاه بکن بله. یه بازیکن که فکر میکنه مثل کریستیانو رونالدو 2008 دی که الکس فرگوسن بهش گفت نمیخواد پرس کنی برو بس خودت بچرخ ولی اون کریس رونالدوی بود که چلتا تا گل میزد در فصل توپ طلا میبرد تو وینگ پرس نمیکنه بر نمیگرده و اندازه رونالدو خوب نیست ذهنیتش اندازه یک بازیکن تاپ کلاس نیست خب انتونی اشتباهات خیلی زیادی داره ولی بیسیک ها رو درست انجام میده بیسیک ها... ببین تو بخش حمله ای هم بیشتر مد نظرم نیست تو بخش دفاع تو بخش یه وین... تو از وینگرت میخوای که برگرده کمک بکنه انتونی این کارو میکنه تو, 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 تو بهترین حالتش هم میکنه ببین بابک من قبول دارم خب ولی توی جزیره خب توی لیگ شاید تو کل فوتبال حالا من تو کل فوتبال نمیتونم قاطعانه نظر بدم ولی لیگ برتر رو میدونم 20 سال 25 سال دارم نگاه میکنم منچستر بدتر از اون مربی صرفا تاکتیک نمیریزه خیلی چیزها رو منیج میکنه خیلی چیزها رو مدیریت میکنه از اینکه چرا زمانی که مگوایر فرم خوبی داره یهو نیمکت نشین میشه و دیلیخت میاد تو ببین من خیلی دوست دارم دیلیخت تو یونایتد جا بیفته ولی اصلا این سویچ اشتباه محضه هم باعث میشه دیلیخت ترول بشه خب هم باعث میشه مگوایر اصلا بازی نکنه خط دفاعمون نابود بشه این, این, تغییر در حالی اتفاق میفته که ما امسال سه تا بازیکن از چهار تا بازیکن خط دفاعمون رو عوض کردیم مارتینس پارسال کلا مصوم بوده یهو امسال برمیگرده دیلیخت میاد کنارش میشینه مذابی هم میاد تو ترکیب یعنی یه دالو داریم که از قبل داشتیمش و چرا تیم وقتی مگوایر آماده است خب یهو باید در این حجم تغییرات به خودش ببینه خب میشه نتیجهش خوب... این شکل گفت نه دلیل داره ببین؟ به نظرم دلیل داره باور کن نداره تو سب که تو تو بگم میخواد بگه یا اگه ادامه نداشت نه این ببین این ببین. این یه پارت این یه پارت توی دفاع خب یه یه بخشیشو خودت اصلا اشاره کردی اون ماجرای اوگارت اریکسن خب اون به کنار میای جلوتر اصلا رشفورد رشفورد اینکه که رشفورد بد فیکس ولی مدام داره ترول میشه مدام داره از رسانه میخوره یهو خوب میشه میره رونیم کرد گارناچو اصلا این گارناچو من پاکتار فکر میکنم ده هفته مونده بود به به یکی از دوستان میگفتم گارناچو همین فرمون رو ادامه بده از بیشتر مورد حجمه رسانه قرار میگیره این اتفاق الان واسه گارناچو هم داره میفته خب آنتونی که دو سال کلا رسانه داره میکوبدش دیالو هم ده بازی دیگه همینه خب ببین اینکه یه تیم چهار تا وینگر با چهار تا سبک مختلف داره به مشکل میخوره خب هافبک ب... هافکش که برونو باشه داره به مشکل میخوره نمیدونم دفاعش به یه شکل داره به مشکل میخوره دیگه ببین انقدر بزرگ شده این مشکلات که دیگه بحث این نیست من بگم چرا رشفورد پرس نمیکنه دیگه اوکی من میتونستم اینو فصل اول تنهاخ به رونالدو بگم چرا رونالدو پرس نمیکنه بعد از تیم بره خب به ترکیب تنهاخ نمیخوره ولی بعد از سه فصل بعد از اینکه بازیکن ها مشخص شده معلومه کی مال کجاست کی تو آینده جای داره کی نداره ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم رشورد هستش فعلا خب باید بتونیم ازش بازی بگیریم برونو هستش فعلا باید ازش بازی بگیریم خب ببین و برونو سه بازی آخر پرتغال برونو سه بازی آخر یونایتد اصلا قابل مقایسه نیستن خب این مقصرش قطع ببین نمیتونم دیگه بگم ب... من میگم اصلا ما 24 تا بازیکن بد داریم مربیه که باید این 24 تا بازیکن بد رو تبدیل کنه به یک تیم خوب روی کاغذ ما واقعا میگم جز 4 تا اسکواد برتر لیگ برتری از لحاظ حجم مهره و از لحاظ یک به یک مقایسه کردن بازیکن‌ها و یه... این یه سایده اون ساید اینه که خیلی ما داریم میگیم آقا مصطوم داره میده تیم اریکتن ها این حجم مسئولیت واسه همه تیم برتری هست الان دو سه تا مهره کلیدی آرسنال مصومه دو سه تا مهره کلیدی سیتی مسئوله نمیدونم استومویلو دو تا دفاع اصلیش مسئول مصوم بودن مسئول همچنان خب ولی نمی نمیبینی که تا... میدونی 20 درصد بازیشون اختلاف بازی تو تیمشون به وجود میاد مال ما یه بازیکن نباشه اصلا تیم از این رو به اون رو میشه 90 درصد تغییر تو تیم میبینی و معلوم هیچ پلن بی و سی و دی اصلا نداریم م. میریم تو زمین و ت... تمام شد دیگه هر آن چه بود و شد یا میزنیم یا میخوریم اصلا اگه دقت کنی آمار مساوی های تنها هم پایینه یعنی یا زدیم یا خوردیم خب حد وسط نداره تیم ما خب این داره مشکله. 80 درصد برمیگرده به مربی تیم ببین من فقط یه, یه چیزی بگم در مورد اینی که مگوایر گفتی فرمش خوبه و چرا میره بیرون دلیخت میاد و اینا یه بحث اینه که تو کلا میگم ارکتن هاگو بذار کنار تو اگه فوتبال بالکانه میخوای بازی کنی قادتا باید خط دفات بیاد بالا واسه اینکه فواصل کم بشه باز پاس گیری تو و تو باید دروازت هی دورتر باشه تو با حریم اگویر ناپشون از دست میدی چون حریم خیلی کنده و مثل اتوبوس میمونه یعنی خیلی راحت دیریب میخوره. یعنی دیریخت هم شاید بگن کنده ولی دیلیخت خیلی مدافع اجایلیه خیلی با بدنش میتونه کار اضافه بکنه که هری مگویر تو خوابم نمیتونه بکنه خب پس ترویز دیلیخت با مگوایر یه ذره علاوه تاکتیکی من میتونم درکش کنم قضیه اوگارتا و هنوز نمیتونم درک کنم با... تاکتیکی درسته ولی زوده خیلی زوده ده... آخه نه ببین آها میخواستم به اون بحث برسم که تو میگی بعد از مثلا سفس خب باید بتونه بازیکنهای خودش رو تو سیستم جا بندازه و فلال اینا شما 300 سال به هر مربی وقت بده بیارش وقتی که امسال مارکوس رشفورد امثال هری مگوایر امسال حالا خیلی های دیگه که تو باشگاه ما هستن حقوق های سرساماوری میگیرن که امثال محمد سلا و کوین دیبروینه میگیرن و یک هزارم اونا پرفرم نمیکنن تا وقتی که تو فروش کسی نخواد اینا رو بخره تو الان نگاه بکن ببین فروش های منچستر یونایتد تو این چن. اصلا اریک که قبل از ها فروش های یونایتد چه جوری بوده خب چرا اینجوری بوده به خاطر اینی که ما با شام غالبا عملکرد خوبی نداشته واسه اینی که بازیکن و مت... بازیکن های بزرگ و متقاعد کنیم که باشگاه ما بیان حقوق های بسیار بالا دادیم و هیچ روند و هیچ ریتم و الگوریتمی هم نداشته این خریدها هیچ کدوم ها این بازیکن ها به هم نمیخونن و خریدارم ندارن 90 درصد بازیکن یونایتد از این تیم به عنوان فری ایجنت رفتن چرا چون کسی حاضر نیست انقدر پول بده واسه ای. یه, پول است ترانسفر فی بده که از باشگاه بگیره و بعد بیاد مثلا سر 350 هزار پوند در هفته مارکوس راشفورد هم بخواد با یارو مذاکره کنه یعنی 70 میلیون بده به مارکوس راشفورد به یونایتد 70 میلیون پوند بده بگی خب حالا این تا بعد حالا بیا ما 350 هزار پوند رو با تو مذاکره کنیم خب. خب کسی این کارو نمیکنه پگ با چه میدونم تونی مارسیا ببین اینا بازیکنایی بودن که وقتی اومدن به یونایتد یه هایپ عجیب غریبی دورشون بود همش هم بد نمودن تو یونایتد ولی این ایراد مدیریتی که وارثش شده اینیاس و حالا به نحوی اریکتنا تقصیر مربی نیست تو گفتی که استون ویلا فلان بیسار اینا حرفت کاملا درسته من اصلا نمیخوام از دفاع کنم و باور کن اینجوری نیست من اصلا میگم که قسمتی از مشکل یونایتد الان اریک تنهاگ 100 درصد یعنی اصلا منو اشتباه نگیرید خب ولی من دارم میگم این تیمایی که تو الان نام بردی که بازیکن خوبشون اگه مصدوم بشن 20 درصد از کیفیت تیمشون میفته تو چند تا پست بوده که بازیکن غیر تخصصی بذارن خب تو فصل پیش ترنهاگو نگاه کن این فصلش هم نگاه کن تو تو فوتبالی که انقدر میکرو دیتیله خب حتی بازی تیم شلخته پلخته اریک ترنها اگه بخوای دقیق بشی میبینی همه بازی کنها میکرو دیتیل می خیلی ریز وظایف دارن خب تو یه دفاع چپ راستبا رو گذاشتی که اصلا پستش هم دفاع چپ نیست حالا اینی که من خودم انتقاد دارم به این قضیه میگم آقا اگه قرار مزراوی دفاع راست ایستا باشه و تو حمله ها کمک نکنه و قابلیت بازی کردن تو دفاع چپ و داره و تو اون هفه سپیس ها خیلی بهتر از دالو پاس میده خب چرا مزراوی رو نمیذاری چپ دالویی که قابلیت حمله خیلی بیشتری از مزراوی داره و پای دفاع راست ب... بهتری از مزراویه تو مخصوص حمله خب چرا اون نمیذاری راست که تو با پست تخصصیش بازی هم... ببین بحث خ... به خیلی خوب جایی رسوندی ببین اصلا بحث من این نیست که ما میتونیم یک تیم تاپ لول کلاس ای اروپا باشیم خب بحث من در مورد دقیقا همین نکاتیه که تصمیم گیرنده مربیه مزرابی داره توی تیم ملی الان به واسطه اشرف حکیمی اصلا دفاع چپ بازی میکنه خب یعنی عادت کرده به اونجا خب تو هم یه دالایی رو داری که پارسل که از بهترین فولبک های راست لیگ برتر بوده یهو یه برمی‌داری می‌بری سمت چپ بازی اونو خراب می‌کنی مزرابی هم دو بازی سه بازی خب اومده تو لیگ برتر هنوز کسی آنچنان شناختی روش نداره خوب بازی می‌کنه و یهو یه بازیش آنالیز میشه و کنترل میشه دیگه اون بازی سه هفته اول چهار هفته اول ازش نمی‌بینیم تو جو فولبکات از کار میفته خب چیکار می‌خوای کنی ببین من میپذیرم من حرف در مورد مگوایر دیلیخت رو میپذیرم خب ولی یه تفاوت بزرگی دفاع های امثال مگوایر ایوانز و لیندلوف با مارتینز و دیلیخ دارن که ما ازشون استفاده نمی کنیم. ما, ما نمیتونیم از زیر پرس خارج بشیم دیگه ما الان مشکل بیلد از دفاع رو داریم امثال مگوایر و لیندلوف خیلی خوب پاسای بلند پشت دفاع میدن اصلا لیندلوف یکی از مهره کلیدی زمان اولتو زده عملات بود خیلی خوب پاسپوشیده خب، فالو تو اگه خب ما من داریم ابزارشون با... میدونی خب من میخوام میگم اونجا او این تاکتیک, خب تاکتیک کیس... نه نه ببین من نمیگم این این پلن قراره در بلند ببین وقتی بخ... میگم منیجر برا همین دارم میگم تو سه بازی تیمتو کنترل کن مگه الان جلوی استام یه ترکیبی نچیدی که فقط مساوی کنی تموم بشه قضیه تو از اول فصل به که انقدر اشتباه کنی خب انقدر حجمه رسانه بیاد رود سه بازی چهار بازی تیم رو کنترل کن تیم رو منیج کن دیلیخت رو دیرتر بیار توی ترکیب اصلی تاکتیک های تاکتیک های معمولی تر و خیلی ابتدایی تری بری تاکتیک های خیلی سنتی تر و کلاسیک تری رو استفاده کن تیمت ببره یکم از زیر فشار خارج شو بعد شروع کن کردن قدم به قدم اینکه یک شبه بخوای از این فوتبال به این فوتبال بیای خب معلومه نمیتونی انجامش بدی ببین, ببین من یه چیزی خوش... بگم خوش... من یه چیزی بگم این... میگم هوادارا رسانه ها واقعا بد برخورد کردن با این اریکت من نمیگم سزاوار انتقاد نیست و هست همین حرفات درست خودم هم میگم خودم اونجا چند تا نکته ای بود که دوتایی اون روش مشترک بودیم که آقا اینا اشکاله تعویزاش اشکاله روند بازی رو میخوابونه به جای اینکه تیمو موتیویت کنه واسه جلو بردن و گل زدن یا دفاع کردن یا هر چیزی خب اینا همه قبوله ولی اریکتن هایی میاد جلو لیورپول اتوبوس پارک میکنه امتیاز میگیره میزننش میاد بازی میکنه چارسه میبره میگن این سبک بازی نداری کیاتی که چه میدونم بسکتبالی میزننش فینال فکاپ میبره میزننش دفاعی بازی میکنه ترکی سیستم خودش رو میذاره میزن یعنی یه قسمتیش هم مقصر اون بنده خدا نیست ببین اونم یه آدم دیگه ربات نیست که انقدر که از تو رسانه ها ازش بد میگن یا تحت فشار و تحت انتقاده اعتماد به نفسش میاد پایین تصمیمات اشتباه میگیره و همه هم هم ولی ولی شما بیاید به بازیکن های یونایتد هم اگه دقت بکنین من دارم به نظر من مشکل این تیم مشکل این تیم رو الان پپ گواردیولا یا نایگزمن یا خیلی تیم کس نمیتونه این مشکل رو حل کنه یکی مشکل ذهنیتی داره این تیم منچستر یونایتد مشکل ذهن بازیکناش به خصوص مشکل ذهنیتی خیلی عجیب و غریبی دارن ببین تو یه تیمی که میخواد برای تاپ فور بجنگه و کسی مثل جانی اونز من مچش بشه باید گریه کرد به حال اون تیم ببین خیلی خوب بازی کرد جانی اونز جلو استون خوب ولی خاک بر سر اون 10 تا بازیکن دیگه که اندازه جانی ایونز 36 ساله ذهنیت برنده ذهنیت جنگجو و اون ارزشی که واسه پیروهن میذاره رو ندارن این مشکلیه که اریک تنهاگ که هیچ اولگونار سولتشیر جوز مورینیو لوی فنخا یا حالا بعدها توماس توخل نایگلزمن هر کسی که تو میخواه بگید نمیتونه این مشکل رو حل کنه این مشکل مشکل ذهنیتیه این سم مسموم بودن رخکن یونایتد رو هیچکی نتونسته تا حالا حذف کنه این رخکن مسمومه رخکنی که همه آخه نمیشه که ما این همه مربی آوردیم بعد الکس فرگوسن با سبک های مختلف همهشون اومدن تو یونایتد افت کردن همهشون افت کردن خب چند تا مربی بدن جندمه دیگه هر مربی که نابود کنی یه دور میاد اونجا و میره مربی به کنار بازیکن پوگبا به عنوان فیوچر بالون دور و کاندیدای پنج تا بازیکن توپ بر توپ طلا اومد تو یونایتد چی شد فوشی میکردن تو اولترافورد رفت بیرون پل پوگبا رو تونی مارسیال بند بالون دور داره تو قرار دادش چی شد فوش کش, کش کردن انداختنش بیرون مفت دادنش چه این لیست هزار اصلا هزاران اسم میتونی بگی الکسی سانچز میخیتاریان می چه میدونم جیدن سانچو حتی همین کریستیانو رونالدو نمیشه که خب مشکل اولس مشکل تنهاگه مشکل جوز مورینیو ببین من درم بحث اینه چیه من دارم میگم دقیقا جایی که اینجا بودیم چهار سال پیش هم ما تقریبا بودیم با جوز مورینیو تیمی که انتظار از فصل سوم مربی خیلی بیشتر بود ولی اون موقع تجربه الانمون رو به نظر من فن بیس یونایتد نداشته و همه فکر میکردن که آقا مشکل مربیه یک مربی دیگه اگه بیاد شرایط رو عوض میکنه ولی به نظر من همین الان من میگم اگه ما جزء مورینی رو اون موقع میذاشتیم من نمیگم الان تا الان رنده کرده بودیم سه تا سگانی کردیم نه ولی باشو تو شرایط بهتری بود منچستر یونایتد تو شرایط بهتر بود اگه اون موقع مورینی رو اخراج نمیکرد و احساس منم اینه که الان هم میگم اریک تنهاگ روندش نشون دهنده اینه که اخراج میشه خب یعنی خودش هم داره خودش رو اخراج میکنه بعضی وقتا من به خدا موقع با بچه ها داشتم رفتم میگفتم این احساس میکنه بدهی چیزی بالا آورده این لنگ 17 میلیون پونده خب یعنی این خدا این, خب. من این لنگه این 17 میلیون پوند لنگه حاجی یکی بهش برسونه اینو داره دیگه میگه جون مادرتون منو اخراج کن من اخراج کن این کش ما رو بدید ما بریم بدید ما بریم من لنگم من بدهی دارم خب یعنی خودش داره خودش رو اخراج میکنه ولی احساس میکنم که سه سال دیگه دوباره همین فن بیس یونایتد میگه ای کاش موقعی موقع یک تناگو اخراج میکنیم چون ایراد باشه الان شما الکترین ها رو اخراج کن احتمال خیلی زیاد رودفن نیست اولش که حضور رودفن نیست رو که... فکر کنم خودش یه مشکل شده الان تو رخت این مکته چون خیلی بزرگن این دوتا واسه هم دیگه میدونی چی بهت میگم یعنی رودفن نیست روی آدمی نیست که بخواد از الیک ها کرف چون یه مربی سر مربی باشگاه دیگه بوده خب یه ذره شاید واسه سخت این درگیری هایی که میبینی کنار زمین هست ممکن رودفن نیست روی درست بگه من میگم کار الیک درسته ولی این دوتا شخصیت کنار هم خیلی بزرگن در کنار هم یعنی شاید جام زیادی نبرده باشن ولی خب سرمربی باشگاهی بوده دیگه تو لیگ هلند بالاخره اونو بذار ولی یک رو اخراج کن رود فنیستری رو بیار عین اولگونار سورشه هفت تا بازی تیم میترکونه کنه قوقا میکنه احتمالا نیستر روی باش قرارداد بلند مدت بندن یه سال خوبه سال دوم دوباره همین دوباره همین آش همین کاسه که چی بازیکنایی که هیچ ارزشی واسه بازیکن نمیز، واسه پیرانی که میپوشن نمیذارن هیچ ارزش خودشون قائل نیستن به عنوان یک بازیکن چون کریر خودشون هم نابود میشه همزمان با کریر منچستر یونایتدی که هر سال داره استانداردهاش میاد پایین تر ما یه زمانی لوی فنخال اف ای کاپ گرفت جامو برد بالا اخراجش کردن الان اریک تلهاگو دارن میپرستن هوادارهای یونایتد به خاطر اف ای آره دارن میپرستن شوادارای یونایتد به خاطر بردن ای اف ای ای این فیکو این نشون میده پایین اومدن استانداردهای ماست. ولی به نظرم جمله آخر واسه اینی که هنوز مربی بیکار خوبی نیست در سطح اریکتن ها هاگ حتی باید پاش بمونیم چون من حالم از امسال گرام پاتر گرت ساوتکیت و توماس توخل بهم میخورم. بله حالا من واقعا میلاد عزیز و بابک تشکر میکنم بچه دم شما میگم که تا اینجا دیدین سعی کنین برنامه رو به 150 تا لایک برسونین که ما راجع به مربی آینده منچستر یونایتد هم برنامه بریم سعی میکنیم یه برنامه جدا بریم بر این که بر فرض اینکه تن هاگ اخراج شد چه گزینه هایی مد نظرن و کی خوبه کی بده کمی راجبش بحث بکنیم دمت گرم میلاد جان دمت گرم بابک ممنونم که اومدی دم شما میگم بچه‌ها فعلا خدا